سلام، وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی. با ادامه پوشش ویژه در خدمت شما بزرگواران هستیم. همچنان که خبر دارید، جمعی از وکیلای دادگستری ایران که 32 نفر هم هستند و اسمشون هم اومده، ضمن محکومیت برخورد خشن نیروهای سرکوبگر رژیم با معترضان، از سیاست‌های دستگاه قضایی و کل رژیم انتقاد کردند. برای گفتگوی بیشتر در خدمت جناب دکتر حسین احمدی نیاز وکیل هستیم که ایشون از کشور هلند با ما هستند. جناب دکتر، خیلی خوش آمدید. سوال اولم اینه که خوانش شما، برداشت شما از این بیانیه‌ای که 32 وکیل در ایران صادر کردن و هیچ ظاهرا ابایی هم ندارن و اسمشون هم اومده رسما. با عنوان جمعی از وکلای دادگستری مستقل در ایران، با استناد به قوانین و مقررات موجود در داخل ایران و ایضاً تعهدات بین المللی که ایران اینها را پذیرفته، استناد کردیم که دولت ایران، حکومت ایران، نهادهای امنیتی انتظامی و نظامی در این 40 و چند روز به طور کامل تمام این ضوابط را نقض و پایمال کردند. بسیاری از شهروندان که در اعتراضات به حق و قانونی شرکت کرده بودند، بازداشت غیرقانونی شدند. بسیاری از جوانان کشته شدند و اینها همه خلاف قانون هست. خشونت‌های خشنی توسط نهادهای امنیتی در زاهدان، سنندج، شیراز و سایر نقاط مختلف ایران صورت گرفته است. یا آنچه که در زندان اوین و لاکان رشت اتفاق افتاد، تمام این ضوابط را پایمال کرده است. دولت مسئولیت تمام این رفتارهای خلاف قانون را بایستی بر عهده بگیرد، چون نظارت و کنترل اینها توسط دولت داره صورت میگیره. این معیارهای حقوقی برای دولت ایران ایجاد مسئولیت میکنه، ولی متاسفانه دولت ایران به هیچ کدوم از این ضوابط عمل نمیکنه. هزاران نفر در جریان این اعتراضات قانونی بازداشت شدند، اما دسترسی به وکیل دادگستری ندارند. دانش آموزان زیادی بازداشت شدند. بیش از 30 کودک کشته شده که خلاف قانون است. از آمبولانس و اتوبوس برای جابجایی نهادهای نیروهای امنیتی و انتظامی برای سرکوب اعتراضات داره استفاده میشه که یک امر غیر انسانی و غیر قانونی و غیر اخلاقی هست که نبایستی این ادامه پیدا بکنه. حوادثی که در این 40 و چند روز داره در ایران انجام میشه، بدور از تمام اصول و ضوابط حقوقی و قانونی هست. ما وکلای دادگستری تمام اینها را محکوم میکنیم و از دولت ایران درخواست میکنیم که به تعهدات بین المللی و داخلی خودش و احترام به حق طبیعی مردم در اعتراضات قانونی و اجازه بده بازداشت شدگان دسترسی به وکیل داشته باشند، اجازه بده خانواده های کشته شدگان مراسم تدفین عزیزان خود را در کمال آرامش داشته باشند، از حقوق بنیادین مردم دفاع بکنه، به قوانین و خصوصا فصل 3 حقوق ملت ایران احترام بگذاره. اما متاسفانه هیچ کدوم از این ضوابط در این 40 و چند روز رعایت و لحاظ نشده است و ما شاهد رفتارهای به شدت غیر قانونی، غیر انسانی و غیر اخلاقی نهادهای فراقانونی، امنیتی، انتظامی در ایران هستیم و حتی قوه قضاییه ایران، ضابطین قضایی و مقامات قضایی هم پاسخگوی تمام این رفتارهای غیر قانونی نیستند. این قوانینی که برای شما بیان شد و در این بیانیه ذکر شده نشون میده که دولت ایران اهل گفتگو و مذاکره نیست. دولت ایران به دروغ داره از مذاکره صحبت میکنه، چون خروجی و اون بازداشت، کشتن، تخریب و دستگیری غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و دانشجویان، دانش آموزان و تک تک شهروندان در ایران است. در قانون اساسی ایران وکیلا و وکلا در کل چه جایگاهی دارن و چه نقشی را میتونن داشته باشن در دستگاه قضایی و در روشنگری جامعه؟ وکیل دادگستری نقش وافری در برقراری عدالت دارد. حضور وکیل دادگستری نشان دهنده وجود یک دادرسی منصفانه و عادلانه است. اما متاسفانه طبق تبصره زیر ماده 48 از قانون آیین دادرسی کیفری،
فقط وکلای مرد وسوق رئیس قوه قضایی حق حضور در پرونده های امنیتی در مرحله دادسرا دارند که این خلاف قانونه. این وکلا را وکلای جاش می نامند، وکلایی هستند که همدست مقامات قضایی و ضابطین قضایی و بازجویان هستند، نقش وافری در پایمال شدن حقوق بازداشت شدگان دارند. این وکلا برای نابودی حقوق بازداشت شدگان گام برمی‌دارند و در راستای فرمان دستورات مقامات قضایی امنیتی و انتظامی هستند. هیچ اعتماد و اعتباری برای این وکلای تبصره 48 وجود ندارد و اینها خودشون بخشی از سیستم سرکوب و شکنجه محسوب میشن. اما وکلای مستقل افسوس فراوان نمیتونن آزادانه از موکلین خود دفاع بکنن و این هم موجب پایمال شدن سیستماتیک حقوق متهم است. در این 43 سال قوه قضایی ایران رابطه خصمانه ای با کانونهای وکلای دادگستری داشته است و افسوس فراوان تعدادی از وکلای جاش که در دادگستری ها بودند، در کانونهای وکلای دادگستری بودند، مثل حبیب الله مرادی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری کردستان، نقش وافری در پایمال شدن حقوق مردم و بازداشت شدگان دارند. در نظر داشته باشیم در حال حاضر وکلای دادگستری بایستی همبستگی خودشونو با تک تک بازداشت شدگان، معترضین، خانواده کشته شدگان و شهیدان اعلام بکنن. اکنون زمان آن است که وکیل دادگستری در کنار مردم باشه، همکاری بکنه برای حفظ حقوق شرعی، قانونی، انسانی و اخلاقی بازداشت شدگان. اما متاسفانه وکلای تبصره 48، وکلای جاش، وکلای محافظه‌کار که کم هم نیستن، مانع تحقق این امر هستن. امیدوارم در آینده بتوانیم تعدادی از وکلای جاش و تبصره 48 را به مردم شریف ایران و روشلات اعلام بکنیم که اینها بدانن چه کسانی خائن به حقوق ملت هستند. سوال آخرم اینه که در قانون اساسی ایران جایگاه مردم در کل و به ویژه ملیت‌های تحت ستم در کجا هست؟ یعنی آیا به حقوقشون اعتراف شده یا در کل چطور حقوق اساسی یا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق ملیت‌ها و مردم ایران می‌نگره؟ قانون در ایران نقش وافری در برقراری دموکراسی داره. حاکمیت قانون نشون میده که دولت جایگاه خودش رو بایستی بدونه. اما متاسفانه در ایران قوه قضاییه هرگز به دستورات قانونی که در اصول 154 و 156 و مابقی اصولی از قانون اساسی در این زمینه تکالیفی رو برای رئیس قوه قضایی تعریف و بیان کرده است عمل نمی کنه. اساسا قوه قضایی مستقل نیست، غیر مستقل است، وابسته به نهادهای امنیتی است. قانون در ایران فاقد ضمانت اجراست. جایگاه اعتبار و حرمتی برای قوانین داخلی ایران، تعهدات بین المللی ایران مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر که طبق ماده 9 از قانون مدنی در راستای اصل 77 قانون اساسی در زمره قوانین داخلی ایران محسوب میشن، اعتباری برای دولت ایران قائل نیست و جمهوری اسلامی ایران به هیچ کدوم از اینها عمل نمی کنه و همین هم باعث شده که ما شاهد این هستیم که حقوق بازداشت شدگان به طور کامل از بین میره. نهادهای امنیتی بر قوه قضایی سیطره دارند و در اونجا حاکمیت پیدا می کنند و ما شاهد این امر هستیم. به راحتی جوانان را می ربایند، مورد شکنجه و کشتن و قتل قرار می دن و هیچ کس هم پاسخگو نیست. در این وضعیت به طور کامل قانون تعطیل، پایمال و از بین رفته است. هیچ اعتبار و جایگاهی برای قوه قضایی موجود در ایران نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین این وضعیت، وضعیت بسیار خطرناکی است. بایستی جامعه بین المللی در این وضعیت به داد ملت ستم دیده ایران برسه. وقتی که یک وکیل دادگستری به استناد قوانین موجود نمیتونه از حقوق بنیادین مردم دفاع بکنه، به استناد همین قوانین چه انتظاری میتونیم داشته باشیم که قوه قضایی به عدالت عمل بکنه؟ لذا در حال حاضر فرامین فراقانونی، دستورات آتش
به اختیار رهبری، وابسته بودن قوه قضاییه و حکمرانی نهادهای امنیتی باعث شده است که قانون، عدلیه و تمام ضوابط حقوقی در ایران پایمال و از بین برود و هیچ امیدی به این سیستم برای برقراری عدالت و وجود یک دادرسی منصفانه و عادلانه نباشد. خیلی ممنون از حضورتون جناب دکتر احمدی نیاز. بینندگان گرامی، به پایان این بخش پوشش ویژه رسیدیم. خدا نگهدارتون.